سرخط خبرها. رهایی یک کودک 11 ساله از چنگ ربایندگان در ولسوالی جاغوی غزنی. گزینش میر رحمان رحمانی به حیث رئیس مجلس نمایندگان افغانستان. آغاز هفتمین دور گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان. و جان باختن 30 تن از نیروهای خیزش مردمی در حمله طالبان در ولایت بغلان. سلام و وقت شما بخیر. امروز شنبه 8 ماه سرطان سال 1398 خورشیدی است. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. یک کودک 11 ساله در ولسوالی جاغوری از چنگ آدم ربایان آزاد شد. این کودک نزدیک به یک هفته قبل در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی ربوده شده بود، توسط نیروهای امنیتی از چنگ آدم ربایان آزاد شده. از منابع محلی غزنی میگویند که علی جان حدود یک هفته پیش از منطقه اولیاتوی ولسوالی جاغوری در مسیر راه مکتب ربوده شده بود. با گفته دفتر مطبوعاتی مقام ولایت غزنی، آدم ربایان در بدل آزادی این کودک 11 ساله از خانوادهش مبلغ 4 میلیون افغانی درخواست کرده بودند. 3 نفر از عاملان این آدم ربایی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در همین حال یک عضو شورای ولایتی غزنی میگوید که در بدل رهایی این کودک 120 هزار دلار خواسته شده بود. با گفته وی کسان دیگر نیز در قضیه اختطاف این کودک دست دارند. در آخرین مرحله به 120 هزار دلار امریکایی قضیه رسیده بود. خوشبختانه توسط منصوبین بیدار امنیت ملی این افراد اشخاص دستگیر میشن و فعلا نه تنهای تعداد 5 تنه که فعلا یا 5-6 نفره که در این قضیه دخیل است، بلکه تعداد افراد اشخاص دیگری هم وجود دارد که در این قضیه اختطاف دست دارند. و ما امیدوار هستم که هر کسی که عامل قضیه اختطاف در هر گوشی از ولایت غزنی باشه باید مجازات شود و به پنجه قانون سپرده شود. همچنین نیروهای امنیتی در جریان یک هفته اخیر 9 نفر دیگر را نیز در پیوند به قتل، سرقت و ارتکاب جرایم مختلف از ساحات مربوط به ولسوالی جاغوری بازداشت کردند. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان شد. آقای رحمانی با کسب اکثریت مطلق آرای اعضای مجلس نمایندگان افغانستان به عنوان رئیس این مجلس انتخاب شد. پس از آن که 3 دور رای گیری میان چند نامزد برای انتخاب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان به نتیجه نرسید، امروز شنبه رای گیری میان 2 نامزدی که بیشترین درصد آرا را در دوره های مختلف گرفته بودند دایر شد. میر رحمان رحمانی نماینده ولایت پروان در اولین دور رای گیری با کسب 123 رای و خان محمد وردک نماینده برای کابل در دور سوم رای گیری با کسب 105 رای بیشترین درصد آرا را در 3 دور به دست آورده بودند. در رای گیری امروز آقای رحمانی 136 رای گرفت و رقیب او محمد خان وردک توانست 96 رای بگیرد. در نتیجه آقای رحمانی از سوی رئیس موقت مجلس نمایندگان افغانستان به عنوان رئیس این مجلس معرفی شد. در جلسه امروز 245 نماینده حضور داشتند و بر اساس مبنا 50 جمع 1 تعداد آرای نامزد برنده باید 123 رای می بود. در رای گیری امروز 11 رای باطل و 2 رای سفید اعلام شد. آقای رحمانی در دور نخست رای گیری نیز از سوی رئیس موقت مجلس نمایندگان به عنوان رئیس این مجلس معرفی شده بود، مسئله ای که به جنجال به درازای 2 ماه به طول انجامید. همچنین
هفتمین دوره گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان امروز آغاز شد. شب گذشته طالبان اعلام کردند که هفتمین دوره گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان روز شنبه در قطر آغاز می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان شب گذشته در این مورد در توییترش نگاشته است که تیم مذاکراتی این گروه دوره هفتم گفتگوهایشان را با هیئت آمریکایی در دوحه آغاز می کند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز پیش از این از آغاز دوره هفتم گفتگوهایش با طالبان به تاریخ 8 سرطان خبر داده گفته بود که آنچه از سفر اخیرش به افغانستان و قطر دریافته این است که تمام جناح‌ها خواهان پیشرفت سری در گفتگوهای صلح با طالبانند. هفتمین دوره گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان در حالی آغاز می‌شود که رئیس جمهور غنی به تازگی سلام رحیمی را به عنوان نماینده ویژه خود و وزیر دولت در امور صلح گماشته است، اما طالبان تا کنون حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشدند. رئیس جمهور غنی در فرمان آقای رحیمی را به این سمت انتصاب کرده است. در این فرمان آمده است که نماینده ویژه رئیس جمهور و وزیر دولت در امور صلح عضویت جلسات کابینه، شورای امنیت ملی، کمیسیون ها و شوراهای عالی را دارد. عبدالسلام رحیمی پیش از این به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری وظیفه اجرا میکرد. او همچنان به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت نیز معرفی شده بود. در حمله طالبان در ولایت بغلان 30 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شدند. منابع امنیتی تایید کردند که در نتیجه حمله طالبان در ولایت بغلان در شمال این کشور 30 تن از نیروهای خیزش مردمی جان باختند. این منابع امنیتی به رسانه‌ها گفتند که طالبان ساعت 11 دیشب بر یک روستا در ولسوالی نهرین ولایت بغلان حمله کردند. این منابع امنیتی با افشا نشدن نام‌هایشان علاوه کردند. این حمله طالبان 6 ساعت دوام کرد که در نتیجه 30 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شدند. گزارش های وجود دارد که طالبان جنگ افزار و وسایل نظامی این نیروها را با خود برده اند. وزارت های داخله و دفاع ملی افغانستان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ولایت بغلان در شمال افغانستان از جمله ولایت های ناامن به شمار می رود که مخالفان مسلح دولت در برخی از نقاط آن فعالیت دارند. پاکستان گذرگاه مرزی واگه را برای کالاهای صادراتی افغانستان بازگشایی می کند. مقام های پاکستانی توافق کردند تا گذرگاه مرزی واگه را برای لاری های باربری افغانستان برای صادرات کالاها به هند بازگشایی کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در جریان سفرش به پاکستان و پس از دیدار با مقام های پاکستانی از باز شدن گذرگاه مرزی واگه برای کالاهای صادراتی افغانستان خبر داده است. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با بازرگانان افغانستانی در اسلام آباد گفت عمران خان نخست وزیر و جنرال قمر جاوید باجوا رئیس ستاد ارتش پاکستان توافق کردند تا گذرگاه مرزی واگه را برای لاری های باربری افغانستان باز کنند. وی تصریح کرد که از این پس بازرگانان افغانستانی می توانند به آسانی اموال خود را به لاری های باربری از طریق گذرگاه مرزی واگه پاکستان مستقیما به هند صادر کنند. عدم همکاری پاکستان شرایط را برای صادرات کاهای افغانستان از طریق مرز زمینی واگه به هند با چالش های فراوان روبرو کرده که مانع اساسی در برابر گسترش حجم تجارت میان هند و افغانستان به شمار می رود. انتظار می رود که با سفر اخیر اشرف غنی به پاکستان مشکلات بازرگانان افغانستانی برای واردات و صادرات از طریق بنادر پاکستان برطرف شود، زیرا مسائل ترانزیتی و تجاری یکی از محورهای اساسی مذاکرات رئیس جمهور غنی با مقام های پاکستانی بوده است. حسابچوتان بعد از شوهای خبریم شب سپاس، شب روزتان خوش، خداوند نگهدار.